سلام و درود به نظامی دوستان و میلیتاریست های عزیز. به یه برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. با یه برنامه دیگه از قدرت پوشالی، اولین قدرت جهان، در خدمت شما هستیم و به حقیقتی میپردازیم که خیلی ها اون رو انکار میکنن. خیلی فرق بین قدرتمندترین پهپادهای آمریکایی که میخوان وارد خاک ایران بشن و یکیش که اصلا نیومده دستگیر شه و سالم به زمین بشینه و یکی دیگه‌ش هم وارد نشده سر مرزهای هوایی توسط سامانه‌های ایرانی نابود میشه. اما قدرت اول جهان وقتی یه بالون میاد به سمتش و به اعماق مرزهاش نفوذ میکنه، آخرش قدرتمندترین جنگنده‌هاش رو بلند میکنه تا یه بالون رو با موشک بزنن و اینطوری آخرش با افتخار کیلمارک یه بالون رو بچسبونن روی جنگنده‌هاشون. این برای آمریکا یه ننگ به شدت تحقیرآمیزه. اما این بالون چینی که رفت توی دل آمریکا اولیش نبود و آخریش هم نیست، چرا که بر فراز آسمان آلاسکا همچنان داره بالون‌های بعدی هم رویت میشه که برای هر کدوم از این بالون‌های بی ارزش آمریکایی‌ها قدرتمندترین جنگنده هاشون رو هوا میکنن که بزننش. اما مگه این بالونا چی دارن که اینطوری آمریکا رو جلوی چشم تمام جهان کوچیک کرده؟ با ما تا پایان همراه باشید و این ویدیو رو لایک بکنید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید سابسکرایب رو هم بزنید تا همیشه با هم باشیم. توی روزهای اخیر آسمان آمریکا شاهد پرواز بالون‌های عجیب و غریبی هستش که راهگیری اونها برای آمریکایی‌ها دردسرهای عجیبی رو به همراه داشته. بعضی از این بالون‌ها گفته شده که برای مقاصد جاسوسی و رصد طراحی شده، ولی بعضی از این بالون‌ها بیشتر شبیه به یک جوک هستش. مثلا آخرین بالونی که به روی آسمان آلاسکا شکار شد، یه جسم استوانه‌ای بودی که اصلاً وسیله رصد قابل مشاهده‌ای هم روش نبوده. دولت جو بایدن روز پنجشنبه 20 بهمن اعلام کرده که ارتش چین احتمالاً پشت یک برنامه جاسوسی هوایی که از طریق اون بیش از 40 کشور توی 5 قاره جهان رو به وسیله بالون‌های تجسسی شبیه موردی که هفته قبل به روی آسمان آمریکا مشاهده و سرنگون شد هدف قرار داده. بنا به اعلام واشنگتن، ناوگان بالون‌های چینی که در ارتفاع خیلی زیاد حرکت می‌کنند به تجهیزات و فناوری‌های دیجیتال پیشرفته مجهز هستند و قادرند سیگنال‌های مخابراتی و بقیه اطلاعات حساس رو در اهداف گوناگون در سراسر جهان رصد و جمع‌آوری بکنند. اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته که دقیق ترین توضیحات علنی واشنگتن در مورد نقش ارتش چین در ارسال بالون جاسوسی به حریم هوایی آمریکا تا به امروزه. به گزارش رسانه های آمریکایی به نظر میرسه که هدف از انتشار این توضیحات علنی تکذیب ادعاهای چینه که تا حالا بارها تاکید کرده که بالون شناسایی شده توی آمریکا واسه جاسوسی مورد استفاده قرار نگرفته. سخنگوی وزارت خارجه چین صبح پنجشنبه قبل از انتشار توضیحات جدید دولت آمریکا یه بار دیگه ادعای پکن در یک هفته گذشته رو تکرار کرد و گفته که بالون مزبور یه سفینه هواشناسی بودی که به دلیل وزش باد از مسیر خارج شده. او خاطر نشان کرده که سرنگون کردن این بالون توسط آمریکا یه واکنش بیش از حد بوده و اضافه کرده که این یه اقدام غیر مسئولانه بوده و اتهامات جدیدی که از طرف واشنگتن مطرح شده ممکنه یه بخش از جنگ اطلاعاتی علیه چین باشه. از طرف دیگه پنتاگون میگه که وزیر دفاع چین روز شنبه گذشته حاضر نشده در تماس تلفنی با لوی داستین وزیر دفاع آمریکا در مورد ماجرای بالون سرنگون شده گفتگو بکنه. دولت چین همچنین به آمریکا در مورد اینکه بالون مزبور متعلق به کدوم نهاد حکومتی بوده و چطور اجرای تعهد خودش به پیشگیری از تکرار همچین موردی جواب نداده. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به دلایل امنیتی اسمش فاش نشده گفته که تصاویر مربوط به حرکت بالون به فراز این کشور که توسط هواپیماهای جاسوسی یودو ضبط شده نشون میده این بالون با کمک چندین آنتن، تجهیزات دیجیتال مخصوص بارگذاری اطلاعات حساس و صفحه های تولید انرژی خورشیدی قادر سیگنال های مخابراتی رو ضبط و جمع آوری بکنه. این مقام همچنین تصریح کرده که بررسی قطعات به جا مونده از لاشه بالون با ادعای دولت چین مبنی بر اینکه صرفاً یه سفینه هواشناسی بوده که از مسیر خودش خارج شده در تضاده. لوی داستین وزیر دفاع آمریکا چین رو متهم کرده بود که از این بالون به عنوان یک تلاش برای جاسوسی از مکانهای راهبردی در قاره آمریکا استفاده کرده بود، اما با این حال پکن اصرار داشت این بالون یک کشتی هوایی غیر نظامی بوده که کاربرد تحقیقاتی داشته و برای اهداف هواشناسی مورد استفاده قرار می گرفته و به دلیل حوادث غیر مترقبه از مسیر اصلی که برنامه ریزی شده بود منحرف شده.
یه مقام ارشد دفاعی آمریکا به شرط ناشناس موندن اسمش به خبرنگارا گفته بوده که ایالات متحده اطمینان خیلی بالایی داره که این بالون چینی توی ارتفاع بالاست که واسه جمع‌آوری اطلاعات بر فراز سایت‌های حساس پرواز می‌کرده. یکی از مکان‌هایی که بالون مشاهده شده مونتانا بود که محل قرارگیری یکی از 3 انبار موشک‌های هسته‌ای آمریکا توی پایگاه نیروی هوایی مالمستروم هستش. این حادثه به تعویق سفر برنامه‌ریزی شده آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به پکن منجر شده و او پرواز بالون چین بر فراز آسمان آمریکا رو نقض صریح حاکمیت ایالات متحده توصیف کرده. در پی جنجال نفوذ بالون چینی به آسمان آمریکا، شینهووا خبرگزاری دولت چین خبر داده که رئیس سازمان هواشناسی این کشور از کار برکنار شده. اقدام که بعضی از تحلیلگران معتقدند تلاش برای تقویت موضع پکن مبنی بر اینه که پرواز این بالون در ارتفاع بالا بر فراز قاره آمریکا ماهیت غیر نظامی و عمدتاً اهداف هواشناسی داشته. یه منبع ناشناس به روزنامه واشنگتن پست گفته که احتمالاً 3 بالون جاسوسی چین در نزدیکی ایالات متحده آمریکا در حال فعالیته، اما مقامات اعلام نخواهند کرد که مکان اون کجاست. به نوشته روزنامه دیلی میل، این منبع ناشناس گفته که صرفاً اطلاعاتی درباره اهداف این بالون‌ها منتشر شده، اما مقامات دقیقاً نمی‌دونن این بالون‌ها چه کاری انجام میدن. روز پنجشنبه پنتاگون از رویت اولین بالون جاسوسی چین بر فراز مونتانا خبر داد. بعدش روز جمعه پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون گفته که 2 بالون جاسوسی چین این بار به فراز آمریکای لاتین مشاهده شده. گزارش حاکی از این هستش که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 28 ژانویه نسبت به حضور این بالون ها بر فراز آلاسکا مطلع شده بود. در نتیجه درنگ بایدن در منهدم کردن این بالون ها خشم جمهوری خواهان رو برانگیخته و در این حال خواستار استعفای او هستند. از زمان جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که ارتش آمریکا یه هواگرد خارجی رو در خاک خودش منهدم کرد. سرنگون کردن بالون چینی بعد از اون اتفاق افتاد که دولت آمریکا دستور داد تمام پروازها بر فراز ساحل کارولینای جنوبی متوقف بشه. آمریکا بیانگر انجام یک اقدام امنیت ملی از طرف آمریکا بود. بعد از این اقدام جو بایدن گفت ما با موفقیت اون رو سرنگون کردیم و من از هوادارانمون که این کارو کردن تشکر میکنم. ژوئیه 1942 ژاپن یک حمله هوایی رو علیه کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در بندر داچ واقع در آلاسکا انجام داد و در پی این حمله آمریکا مجبور شد جنگنده ژاپنی رو منهدم بکنه. از اون زمان تا حالا آمریکا هیچ جنگنده یا هواگرد خارجی رو ساقط نکرده بود. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.